خب بحث چیه؟ بحث داغ داغ راجب پمپای پیستونیه. یه لایو راجبش رفتم خیلی خوب بود، گفتم چرا ویدیوشو نریم. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. من یاسر نجفی هستم. باید بگم که خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. تخصصی داریم هیدرولیک رو میبریم جلو توی این پیج. اگه از اکسپلور داری میبینی لایک کن این ویدیو رو و این ویدیو رو سیف کن. این کانالم که نه، چرا دیگه، از یوتیوب هم داری میبینی کانال رو سابسکرایب کن. و بریم سر اصل داستان. توی صنعت هیدرولیک خیلی صحبت کردم، هر بار راجع به هیدرولیک میشه یه گوشه هایی از پمپ رو میزنیم که اصلا پمپ برای چی استفاده میشه. بهتون قبلا توضیح دادم، الان میخوام راجع به این مدل خاص صحبت کنم. اگه پمپ رو نمیدونی حتما کانال یوتیوب من رو نگاه کن، پمپ های هیدرولیک رو توضیح دادم که اصلا یعنی چی کار میکنه. این یه مدل پمپ هیدرولیکه، پمپ هیدرولیک مدل پیستونی، گرونترین مدل پمپ هیدرولیکه. میگی چرا؟ چون که اصلا ساختار اینو همه ابعادشو و طول عمرشو نمیتونی مقایسه کنی با پمپای دنده. این پمپا عین تقریبا موتور ماشین عمل میکنه. موتور ماشین چی باعث حرکتش میشه؟ حرکت سیلندر و پیستون. وقتی که پیستون توی سیلندر حرکت میکنه این اتفاق میفته و با رفت و برگشتش کار ماشین انجام میشه. حالا توی پمپ چه اتفاقی داره میفته؟ توی پمپای هیدرولیک قضیه یکم متفاوته. ما احتیاج به مکش داریم که روغن رو پمپاژ کنه. پمپ کارش چیه؟ پمپاژ دیگه. برای این پمپاژ از اینا استفاده میشه. حالا چرا این مدل ساختن؟ جزو گرونترین، جزو که نه، سقف گرونترین پمپی که شما میتونید بخرید پمپای پیستونیه. یه پمپای خیلی گرون. این مدلی هم که میبینید اینجا برای کشور دوست و عزیز و همسایه آمریکاست. ویکرزی که خب برند جا افتاده یه توی بازار. و فشار کاری بالا. یه جاهای ما توی صنعتمون میخوایم پمپاژی که انجام میشه و فشاری که این پمپ تحمل میکنه تا 700 بار میرسه. ما دیگه نمیتونیم بیاییم سراغ پمپای دنده یا هر چیزی. میاییم از چی استفاده میکنیم؟ از پمپای پیستونی. اینجور پمپا من تکونشم نمیدم تو این ویدیو. چرا؟ چون خیلی سنگینه خداییش. و این پمپا یه باگ خیلی بزرگ دارن، یه مشکل خیلی اساسی دارن و اون چیه؟ فاصله خیلی کمه بین سیلندر و پیستونش. این تولرانس کم باعث میشه که زود آسیب ببینه. پس ما باید چیکار کنیم این پمپ گرونه که خراب نشه؟ چون کلی ضرر میکنیم دیگه. دو تا عامل خیلی مهم رو میخوام بهت بگم تو این ویدیو که یاد بگیری چطوری پمپا رو مدیریت کنی. نکته مهم داستان اینه که ما باید توی اول کار روغنی که توی این پمپ میره رو چک کنیم. چه روغنیه؟ اصلا ویسکوزیته بالایی داره، ویسکوزیته پایینی داره، روغن مناسبی هست یا نه، روغنیه که کار شده از کیفیتش کم شده داره میره توی. قطعا این پمپتون به مشکل میخوره. روغن یکی از مهمترین مؤلفه هاشه. فارسی میداره کم کم تموم میشه. نکته دوم، کثیفی و آلودگی توی سیستممونه. اگه اون پلیسه هایی که میبینیم میره توی پمپ ها معمولا توی سیستم، از خود تانک بگیر، از انواع، از این شیر بگیر که میاد و میره توی این، توی پمپ های دندهی خراب میشه، باقی شکار میکنیم این دزی میره مثلا 700 تومن پول پمپه. مهم نیست. اما این که مثلا 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون پولشه که دیگه ما نمیتونیم این کار رو کنیم. پس باید حواسمون باشه خراب میشه به هر حال. آقا آب پاکیو از الان بریزم رو دستت، این خراب میشه به هر حال. اما میتونیم 2 سال بیشتر باش کار کنیم که 6 ماه بیشتر باش کار کنیم که. پس این دوتا نکته ایه که باعث میشه اینا بهتر کار کنه برای ما. یکی از بهترین مدلاش هم که فضای کمتری رو میگیره پمپ هیدرولیک پیستونی سرکج. این پمپ هیدرولیک پیستونی سرکج که اسم به این طولانی هم داره یکی از بهترین مدلاشه. که چطوری کار میکنه؟ گفتم این پمپا با رفت و برگشت پیستون، خود پیستون، باز بخوایم جزئی تر بشکافیم بریم توش میرسیم به شاتون. این شاتونا
توی قسمت سیلند که درون این پمپ قرار داره با چرخشی که انجام میده تو اون محفظه جا رو باز میکنه برای پیستون و با رفت و برگشت پیستون یه حالت خلا به وجود میاره و این خلا باعث چی میشه؟ باعث مکش روغن میشه. روغن حالا اومده تو پمپ دیگه، پمپاش میشه به همه جاهایی که ما میخوایم، حالا شیره، حالا جکمونه، ایزوموتورمونه، هرچی، و این کار انجام میشه. حالا چرا سرکت؟ چون فضای کمتری رو میگیره و کمک میکنه این زاویه کمتر از 90 درجه به چی؟ به پمپاجی که داره توی این پمپ اتفاق میفته. خب این یه ویدیو کامل و جامع بود راجع به پمپای پیستونی. خیلی بیشتر میشه راجبش حرف زد. اگه فیدبک خوبی از تو بگیرم و کانالو سابسکرایب کنی، یه کامنت هم برای ما بذاری یا قلب بذار، هر رنگی که پشت سر من داری میبینی، یا پمپ پیستونی اصلا سوال داری که چه بهتر، خیلی خوشحال میشم خود من سوالات شما رو ببینم، بپرسی و من جواب بدم. بیشتر راجبش صحبت میکنم که کامل با هم دیگه آشناشیم با این پمپ جذاب و دوست داشتنی. خیلی دوستتون دارم و نکته دیگه ای هم نمیمونه. خدا نگهدار.